با سلام به شما عزیزان محترم زنگ سلامت چله یکم هستیم و در این برنامه میخوایم به ورزش دو میدانی بپردازیم در طی چند هفته گذشته دو سه نفر سوال کردن که موقعی که میدونن یکی زانیشون درد میکنه یکی نوشته بود کمر درد میگیرم و در چند ماه پیش که من به سری از ورزش ها پرداختم متاسفانه فرصت نشد راجع به دو میدانی حرف بزنم که امروز فرصتی پیش اومده و یه توضیحاتی رو خدمتون ارائه میدم امیدوارم که بتونید بهترین نتیجه رو از این ورزش و تمریناتش ببرید کلا دو میدانی که در واقع نوع سریع را رفتنه یکی از بهترین ورزش هایی که میتونیم ازش نام ببریم در واقع مادر همه ورزش هاست و هر کسی نیاز داره که اینو به طریقی تو زندگیش جایی باز کنه برای این ورزش و اثرات زیادش رو بتونه استفاده بکنه و نتایج خوبی از این ورزش ببره کلا نکته مهمی که میخوام در اول برنامه بهش بپردازم اینه که متاسفانه خیلی از مردم موقع ورزش بدنشون رو گرم نمیکنن و در آخر ورزش هم بدنشون رو سرد میکنن و تحقیقات زیادی راجع به این انجام شده تو چندین مقاله خیلی معتبر راجع به این آزمایشات مختلفی کردن و نتیجه گیری که کردن اینه که اگه شما بدنتون رو خوب گرم کنید که همون وارمینگ اپ میشه در اول ورزش و آخر ورزش بدنتون خوب سرد کنید یا همون کولینگ داون پروسس از 85 درصد جراحت های ورزشی یا ناراحتی های ناشی از این ورزش ها شما جلوگیری میکنید و این 85 درصد تو این جور تحقیقات عدد خیلی مقدار خیلی بالایی است در واقع میتونیم بگیم از اکثر ناراحتی های ناشی از ورزش جلوگیری میکنه بهترین روش گرم کردن بدن اینه که شما از مچ پاتون شروع می کنید و به مچ دستتون خط می کنید. تمام این مفصل ها در یه سری از جهات ها حرکت می کند. در واقع بالا میرم پایین میاد چپ راست چرخشی از چپ به راست و از راست به چپ فقط مفصل زانو و آرنج شماست که دو تا حرکت بیشتر نداره و مفصل شانه و ران شما هم به تمام جهت ها حرکت میکنه اینم به خاطر نیازهایی که در طی روز و کارهای روزانه ما از این مفصل داریم خب پس مفاصلتون رو ببخشید به تمام جهت ها میچرخونید حرکت میدید حدود ۳۰ تا چل دفعه دلیل این هم اینه که وقتی با من مثال شما مچتون رو بالا پایین میکنید چپ راست چرخشی از چپ راست از راست به چپ و برعکس این باعث میشه که بافت ها و در واقع تیشوهای اطراف مچ شما آماده بشن گرم بشن خونی زیادی به این بافت ها بیاد و از اون خشکی که برفرد دو ساعت حرکت نکرده در بیاد و آماده بشه برای کار بیشتر یا ورزش بیشتر بعد که اینو انجام دادین یه دو سه دقیقه نرم بدوین یا میتونین دستگاه های مختلفی هست از جمله دو چرخ سواری و یک کراس ترینر هست که دستگاه تو جیم های مختلف دستگاه مختلف میبینین با پنج شیش تناب بزنید بپرین بالا پایین هر کاری که دوست دارید یا نرم بدوید سه چهار دقیقه این انجام میدیم بدنتون آماده شده بعد میرین ورزش اصلیتون که همون راجب دو میدانی حرف میزنین فرض کنین دو هست انجام میدین در نهایت که دو تونو ورزشتون رو انجام دادین میایین بدنتون رو سرد میکنید و من اینو قبلا هم اشاره کردم به این مسئله وارمینگ اپ کولینگ داون ولی اهمیتش اینقدر زیاده که دوباره ناچار شدم بهش بپردازم چون در طی ماه شاید من 7 ده تا مریض میبینم که دلیل اصلیشون گرم نکردن بدن و یا اون کششی ها را در آخر کار انجام نمیدن خب کولینگ داون یا همون سرد کردن بدن خیلی راحته شما یه دو سه دقیقه قدم میزنید که اون عرقتون خوش بشه در واقع بدنتون ریلکس بشه و اونجاست که ورزش های کششی را باید انجام بدین کششی در واقع چه کار میکنه ببینید این مایچه من یه مدل اینجوری نشون میدم این منقبض منبسط و کش اومده وقتی که شما این حرکت رو انجام میدین در موقع ورزش این مرتب کوتاهش میکنون کوتاهش میکنید چون فرصتی پیش نمیاد که, که یه سری هم البته کش میان ولی بیشتر حالت کوتاه شدنه در آخر کار که وقتی اینو کش میاری یه فضای زیادی بین انگشتات بین مایچه ها در واقع سلول مایچه مثل این انگشتان درست میشه ایجاد میشه و اون موقع است که یه فضای خالی تو بدن باعث میشه که خون به اون منطقه بیاد و با آوردن خون زیاد به اون مایچه با کش آوردن اون شما مواد زائد رو میبرید بیرون در مرحله اول و دومن اکسیژن و مواد غذایی بیشتری میارین به اون مایچه و مهمتر از همه چون اون مایچه برفت نیم ساعت همش این کار رو انجام داده در واقع رلکسش میکنید با کش آوردن کششیا رو معمولا سه چهار دفعه انجام میدین و این میشه یک برنامه ورزشی خوب و مطمئن اینکه خیلی از جراحات رو پیشگیری میکنید دلیل اینکه در رابطه با ورزش دو میدانی من و... گرم کردن و سرد کردن بدن اشاره کردم اینه که دو میدانی بیشترین مشکل پیش میاره اگه شما بدن رو گرم نکنید و سرد نکنید یا ورزش های مثل فوتبال، بسکتبال، والیبال اینا همه مثل دو هن. به این دلیله که شما ما... یه سری مایچه هاتون خیلی کوتاه میشن اگه به کسانی که میدونن یا فوتبال بازی میکنن یا بسکتبال بازی میکنن شما دقت کنید اکثر اینا مایچه پشت پاشون خیلی شدید کوتاه شده و وقتی که یه مایچه تو بدن کوتاه میشه اولین کاری که میکنه اون بدن رو از اون حالت شاغول در میاره ببینید این فرض کنید بدن در نظر بگیرید اگه ما ماشه های این ور رو کوتاه بکنیم خب این به این ور کشیده میشه اگه ماشه این ور رو کوتاه بکنیم به این کشیده میشه پس خیلی سریع با قوی کردن و کوتاه کردن چون قوی کردن ماشه رو یکم کوتاه میکنه یه طرف بدن یا یه مایچه از بدن باعث میشه که اون قسمت بدن یا کل بدن از شاغول در بیاد و اون موقع است که برایند نیروها درست انجام نمیشه تقسیم نیروها انجام نمیشه به یه سری از جاهای بدن فشار بیشتری میاد به یه سری جاها فشار کمتری میاد و در نهایت دچار بیماری میکنه مسائل دیگه ای که راجع به دو میدانی اهمیت داره اینه که شما بایستی یه سری البته من اینو اشاره بکنم که راجع به دو میدانی وقتی حرف میزنیم دو گروه هن. یک گروه اینو به طور پروفشنال انجام میدن که میخوان دونده بشن و یه سری افراد به طور معمولی و برای سلامتی انجام میدن دورا یا پیاده روی طولانی مدت رو در واقع هر دوشون یه سری نکات مشابه دارن ولی کسایی که به عنوان مثال برای اهداف خاصی یا پروفشنال تمرین میکنن در قسمت آخر امیدوارم که وقت باشه یه سری تمرینات اضافی رو برای این دوستان بگم که در عین حالی که شما ورزش دو خودش یکی از بهترین ورزش هاست بایستی یه سری ورزش های اضافی دیگه انجام بدین که بتونید از یه سری مشکلات پیشگیری بکنید ببینید نکته اینجاست که اگه شما دارین میدوین و به یه سری نکات توجه نکنید بعد سه ماه شیش ماه یا میبینید یه زانو درد میگیرین یا مچ پاتون درد میکنید یا کمر درد میگیرید و اونجاست که میبینید نمیتونید به ورزشون ادامه بدین و یا به اهدافی که داشتین نمیتونید برسید من در طی سال افراد خیلی زیادی میبینم که با ناراحتی های ورزشی یا جراحات ورزشی ناشی از رشته دو میدانی پیشم میان تو لندن ماراتون های زیادی داریم یکیشون لندن ماراتونی که تو اپریله و در کنارش ده ها شاید بگیم صدها ها هاف ماراتون و غیره هست و افراد دونده خیلی زیادی هستند تو لندن خوشبختانه و اینا وقتی که میان یه سری نکات خوبی رو آدم میبینه که دلیل اصلی بیماری ایناست یکی از این دلیل ها همجور که گفتم بالانس نبودن یا کوتاه بودن و شل بودن یه سری مایچه هاست البته شلی تو دو پیش نمیاد معمولا یه سری مایچه ها کوتاه میشن که اینا مایچه هم که کوتاه میشن یکی معمولا فلکسورا خم کننده ها در واقع کوتاه میشن مثل مایچه پشت پا مایچه پشت ساق پا یا مایچه باسن البته سه چهار تا مایچه داریم تو باسن که یکیشون معمولا کوتاه میشه پیریفورمیس اون خیلی شایع تره نسبت به بقیه خب این مایچه ها برای این دلیل اصلیش هم که فلکسرا بیشتر کوتاه میشن اینه که همونجوری که گفتم اینا مرتب اینجوری کوتاه میشن کوتاه میشن موقع منقبض شدن و در نهایت اگه اینا رو خوب کش نیاری به جای اولشون به طول از ماکسیمومشون برسونی این مایچه ترجیح میده اینجا وایسته به جای اینکه بیاد اینجا وایسته حالا به این کوتاه شدن مایچه میخوام یکم بیشتر دقت کنیم که این چرا باعث ناراحتی میشه ببینید مایچه ها معمولا طوری رفتار میکنن که همیشه در تناسب بایستی باشن و در مقابل همدیگه قرار دارن در واقع همزمانی که یه مایچه منقبض میشه یه مایچه دیگه بایستی منبسط بشه به عنوان مثال به همون مایچه پا نگاه کنید شما وقتی که شما زانوتون رو میخواین صاف کنید موقع دو همین کار مرتب انجام میشه وقتی که میخواید پا را راست کنید مایچه روی ران شما اینو منقبض میکنید این مایچه را و زانوی شما یا پای شما صاف میشه در عین حالی که مایچه جلو ران شما منقبض میشه مایچه پشت پای شما باعثی منبسط بشه در واقع ریلکس بشه که بتونه در یک رابطه خوبی در واقع کوردینیت باشه با این مایچه جلوی میگن اگونیست انتگونیست این اصطلاح انگلیسی هم هست لاتینه ولی انگلیسی هم زیاد استفاده میشه در واقع همزمانی که یه مایچه کوتا میشه یکی مقابلش باعثی طول طولش زیاد بشه یا منبسط بشه وقتی که مایچه پشت پاتون کوتاه شده خوش شده به خاطر ورزش زیاد یا گرم نکردن و سر نکردن به موقع این مایچه موقعی که بایسی رلکس بشه در واقع رزیست میکنه مقاومت زیادی داره موقع رلکس شدن به همین دلیل فشار میاد به یه جای دیگه و اون میتونه مایچه مقابل باشه یا دور مفصل معمولا چون این تمام مایچه ها از رو مفصل رد میشن و تاندون مایچه است که از رو مفصل رد میشه شما موقع میبینید اکثر دونده ها رو نگاه کنی به عنوان مثال زیر کشکک زانوشون که یک قضروف داریم این خیلی در واقع وقتی این کشکک زانو رو بالا پایین میکنی خرخر قذروف رو میشنوی و حس میکنی در واقع جراحت پیدا کرده اون قضروف یا پاتلا تندون میگن که زیر همون کشکک که زانوس در واقع دوباره تاندون اون مایچه جلوی پای شما میاد و به زیر زانو وصل میشه که میگن پاتلا تندون این تاندون همیشه معمولا درد میکنه که میگن کامن رانرز نی در واقع جراحت عمومی برای تمام دونده ها وقتی به همون زیر کشکه که پای دونده هاش ما دست بزنه اینا جیغشون میره بالا دلیلش اینه که اکثرا یکی از مایچه که معمولا همون مایچه پشت پاس کوتاه شده و موقعی که این میخواد بدوه این مایچه پشت پا به اندازه کافی طولش نمیاد بند طول بالا برسه و در نهایت دچار میشه که فشار بیشتری به خضروف ها و تاندون‌های های دور زانو بیاد. پس جراحت های ناشی از دو میدانی خیلی زیادن از این مسائل زانی شروع کردم یکی دیگه قسمت هایی که میتونه دچار ناراحت بشه خود کمره چون وقتی که شما میپرید این ایمپکت این فشاری که به پایش ما میاد مستقیم میره به کمرتون و اونجاست که به خاطر این فشار زیادی که به کمر وارد میشه دچار ناراحتی میکنه و بازم کوتاه شدن همون مایش پشت پا خودش یکی از مسائل ایجاد کننده کمر درده. بازم برمیگردیم به همون the root cause of the problem در واقع منشه اصلی درد رو بایستی پیدا بکنیم و به آن بپردازیم که در خیلی از مواقع کمردردها درد را که بررسی میکنی میبینی که ناشی از کوتاهی مایچه پشت پاست یا ناراحتی زانو را بررسی میکنی میبینی ناشی از یک مایش... کوتاهی یه سری های دیگه است یا پیش خوردن مچ پا که خیلی معموله و زیادم پیش میاد میبینی به خاطر کوتاهی آکیلس تندون در واقع اون تندون پشت پاشنه پس ببینید این کشاوردن مایچه خیلی مهمه و کسایی که بعد دو اینو مایچه ها را کش نیارن در نهایت بدون شک دوچاره آسیب میشن شاید جوونی زیاد حس نکنید ولی همین که به مرز سی رسیدین دیگه سه چهار سال این ورمان ور دیگه در یه جایی بالاخره شما یه ناراحتی را حس خواهیم کرد همین الان من یه مریضی دارم یه مرد اسپانیایی این بسکتبال زیاد بازی میکرده و میدویده وقتی که اومد پیشم با کمر درد اومد بعدش که ارزیابی کردم متوجه شدم باور نمیشه این مایچه پشت پاش خودش هم دو متر و نیم قدشه اینقدر مایچه پشت پاش کوتاهه اینکه باور نکردنی بود برای من و من تنها کاری که کردم شروع به ادوایس ها و کارها و درمان هایی که این مایچه را به طول اول برگردونیم و این شدنیه و دقیقا همین مرد با من حتی شرطم رو هزار پوند دستیم نداده هنوز نمیده مطمئنم به شوخی بود که من گفتم تو بایستی بتونی تاچ توز کنی در واقع انگشتات به وقتی میشینین رو زمین و خم میشین به طرف مچ پاتون باید دستاتون برسه به انگشتای پاتون و وقتی اینو به این گفتم گفت من به هیچ وجه نتونستم این کارو بکنم دستم به هیچ وجه نمیرسه به اونجا و نخواهدم رسید من همونجا گفتم من برسینم چی قرار بود هزار پوند به ما بده که نداد ولی این فلکسیبیلیتی میگن به این در واقع شدنیه تمام شماهایی که میدونیم من پنج تا عکسم میذارم که این کششی های را مخصوصا که اون پشت پا و پشت ساق پا خیلی مهمه براتون مشخص بشه در بعد دویدن حالا ده دقیقه است 20 دقیقه است برای ماراتون تمرین کنید اینا رو انجام بدین که نه تنها پیشگیری میکنید از خیلی از بیماری ها بلکه تاثیر میذاره روی دوی شما ببینید شما این نفر نگاه کنید که مسابقات دو شرکت میکنه اگه میخواد به بهترین نتیجه برسه اینجاست که علم میاد به کمکش علم ورزش و با تناسب, تناسب دادن به مایچ های این دونده و در یه جاهای قدرت رو بالا بردن یا استابلیتی رو بالا ثبات و بالا بردن شما باعث میشین که این شخص بتونه نتیجه خیلی بهتره بگیره یا یه سری تمرین هایی هستن که اگه دوستان یه فیلمی هست بذارم من ممنون میشم شما مخصوص در واقع پلایمتریک ترینینگ میگن این تمرین ها مخصوص فاز آخر مسابقات پروفشنالی هست با یه سری تمرین های مخصوص شما این قدرت و ثبات مایچه ها رو به جای میرسونی که اکسپلور میکنه در واقع موقعی که میپری یا برای سرعت یا برای پرش قدرت خیلی زیادی بهتون میده و اینا رو که همزمان با تمرینات معمولی خودتون انجام میدین به نتایج خیلی خوبی میرسید منطقه میگم باید اینا مرتب چک بشه چون خود شخص معمولاً متوجه این نکات نیست و این مربی یا فیزیوتراپیست بالا سرشونه که بایستی اینا رو مرتب چک بکنه ببینه که کجا و کی این مایچه کوتاه شده یا یه مایچه ضعیفتر از اونی که مایچه است یا یه سری مواقع ببینید دو در این حال که ورزش خیلی خوبیه و هم برای دستگاه اسکلت شما مایچه ها و مخصوصا برای کاردیوواسکولار قسمت گردش خون و تنفسی شما خیلی خیلی مفیده در عین حال کسانی که به عنوان پروفشنال میدن یا برای ماراتون و غیره تمرین میکنن این مایچه ها به بخ... جای اینکه بزرگتر بشن هرچی چی جلوتر میره کوچکتر میشه و نمونه بارزش هم اگه شما به مسابقات ماراتون نگاه کنید اکثر این افرادی که برنده میشن از جاهای مثل کنیا و اینا هستن که پاهاشون یه دو تا استخون بیشتر نیست دلیلش چیه دلیلش به تمرینات برمیگرده نحوه تمرین نتایج مختلفی میده به عنوان مثال کسی که وزن برداری میکنه مایچاش به اون بزرگی میشن ولی کسی که میدوه مایچاش کوچکتر میشه دلیلش اینه که نوع تمرینی که شما میدین شما رو استقامت کار میکنه شما رو زمان طولانی دویدن کار میکنید و این مایچه پا را طوری بار میارید که این بتونه به جای که یه وزنه 100 کیلو یه دفعه ببره بالا بتونه هزار دفعه ده هزار دفعه منقبض منبسط بشه در طی یک ساعت یا دو ساعت یا چهار ساعت که ماراتون میدوه پس ببینید نحوه تمرین شما نحوه مربیگری و نحوه مدیریت این دوره ها خیلی مهمه چون رو نتایج بعدی شما تاثیر داره به همین دلیل کسایی که به طور پروفشنال میدونن بایستی مرتب اینا رو چک بکنن در کنار اینکه از خیلی از مسائل پیشگیری میکنن میتونن قدرت بدنشون رو به بالا ببرن و از همه مهمتر ثبات یه سری مفاصل رو ببرن بالا معمولا اینا همه ثبات خیلی کمی دارن دور مفصل زانو و ما به عنوان فیزیوتراپیست کار میکنیم میایم یه سری ورزش های خاص رو انجام میدیم که از یه طرف سرعت شخص میبره بالا و از یه طرف ثبات مفصل زانو رو میبره بالا و اینا خیلی زیادن رو من بخوام نشون بدم زمان میبره خارج از بحث ماست البته سری براتون نشون میدم ولی اگه یه نفر که کار بلده و یا کارشناسه در این رشته میتونه کمک خیلی خوبی بهتون بکنه و میتونیم به مقاماتو جاهای خیلی بالای دست یابید با تمرینات درست و با موقع و اینکه چند،, چند دفعه در هفته با عنوان مثال شما تمرین کنید اگه شما هر روز بدوید این اثراتش خیلی بیشتره از یه طرف مایچه ها خیلی کوتاه میشن شما هر چقدر که کش بیارین در واقع اینم اشاره بکنم که خیلی از دونده هستن کش میارن ولی چون کش آوردن مایچه درد میکنه زود ولش میکنن در واقع وقتی شما کش میارید بایستی یک سی چل ثانیه نگه دارید و سه چهار دفعه حداقل تکرار بکنید که بتونید به نتیجه های خیلی خوبی برسید ببینید اینجا این یه سری تمرین خیلی خوبی انجام میده میتونید بعد برای اون که پا هم انجام بدین چپ راست بغل جلو پایین بالا که اثرات خیلی خوبی رو بگیره برای مسابقات دو میدانیش و نکته آخری هم که میخواستم اشاره بکنم اینه که در واقع اون اینتنسیتی تمرینات شما در چه حدی باشه برای ماراتون معمولا یه برنامه های خاصی هست که شما بایستی اینو ادامه بدین تا به آخر مسابقات برسید ولی اگه به طور معمولی میدونین معمولا دو روز در هفته استراحت بدین به خودتون و اصلا ندوین چهار پنج دفعه در هفته عالیه اگر برای مسابقات و ماراتون اینا ورزش میکنید و دو میرید که جای خود داره باسی برنامه خاصی را تهیه کنید به عنوان مثال یه سه چهار دفعه کوتا مدت بدوید یه دفعه در هفته طولانی بدوید یعنی مسافت بیشتری بدوید اینا نکاتی داره که خارج از بحث ماست امیدوارم که دو رو تو زندگیتون بیارید دو ورزش خیلی خوبی اگه نمیتونین بدوین پیاده روی رو جایگزینش کنیم پیاده روی هم یک روش مشابهی از دوه و اثرات و نتایج خیلی خوبی برای بدن داره تمام سیستم بدن رو دگرگون میکنه پیاده روی و دو یعنی اینقدر اثراتش زیاده که من نمیخوام یکی یکی نام ببرم برای کم کردن وزن برای قلب و ریه شما برای مغز شما برای مایچه شما برای هر جایی از بدن برای تغذیه برای حسم غذا برای ترش کردن برای فشار خون برای قند برای در واقع تمام مریضی ها دو خوبه یا پیاده روی اگه نمیتونید بدوین پیاده روی رو جایگزین کنید به آخر برنامه رسیدیم شما رو به خدا میسپارم روز روزگار به شما خوش تا برنامه بعد خدا نگهدار